شعار خیش سازید که صبر مهمترین راه پیروزی است. این پرچم را کسی نمیتواند بر دوش گیرد مگر آنکه اهل بصیرت است و شناختی عمیق و صبری عظیم و علم به موقعیت‌های جبهه حقیقت دارد. این برگ‌ها همگوشه‌ای از تاریخ خونین ایران در دوران خمینی است و همگوشه‌ای از تاریخ تابان شکوه مقاومت نسل جوان و مجاهد ایران در برابر ارتجاع مذهبی. روزی که یاران خلق ایران افراشته قد که کی زدن به چوبه دار، سرود سرخ و فریاد یاران دهد نوید صبح پیروزی. تنها امیدم این است که روزی تن سیاه دشمن خلق را گیرم به زنجیر. بله، اینها کلماتی است نوشته با دست‌های پرتوان دختران و پسران ایران زمین که یکی از آنها معصومه نام داشت و دیگری مهدی، خواهر و برادری که در سخت‌ترین شرایط قدر قدرتی فریب و شیادی خمینی در تظاهر به اسلام، دلیران به روشنگری اعمال ضد خلقی و ضد مردمی او پرداختند و آنگاه که دستگیر شدند، زندان و شکنجه و تیر باران را پذیرفتند، اما قامت سرفراز خود را در برابر دجال و جلاد دوران خم نکردند. معصومه امینی، متولد سنقر، دانش آموز سال آخر، شهادت در قتل عام سال 1367 در زندان گوهردشت کرج. مهدی امینی، اهل سنقر، 21 ساله، دانشجوی روانشناسی دانشگاه تبریز، شهادت در شهریور سال 1360 تیرباران شد. اونها به جاودان شهیدانی همچون نصرالله مظهری، علی و منصور صمیمی و بهزاد و رضا بودند که تظاهرات های قبل از انقلاب علیه شاه رو توی شهرستان سنقر رو اندازه می کردن. اما خمینی ملعون همون نصر رو سر برید. خواهرمون مجاهد شهید معصومه در دوران دبیرستانش در سالهای 56 و 57 از دانش آموزان پرشور بود، بخصوص در سازماندهی و راه اندازی تظاهرات دانش آموزان، به طور خاص در دبیرستانهای دخترانه در شهرستان سنقر نقش بسیار به سزایی داشت. بعد از قیام ضد سلطنتی هم از خواهران ملیشیا در شهر سنقر و عضو جنبش ملی مجاهدین و هواداران مجاهدین شد و مسئولیت دختران میلیشیا در دبیرستان رو به عهده داشت. یکی از اداره کنندگان اصلی و محوری تظاهرات های ضد شاه در شهر ما بود. در واقع تظاهرات های ضد شاه از دبیرستان ها شروع می شد و هسته اصلی شروع کننده تظاهرات ها برادرانی همچون مجاهد شهید مهدی بودند و یا مجاهدان سربدار مانند نصرالله مظهری و علی و منصور صمیمی، محسن حدیدی، بهزاد سیفوری، غلامرضا معیدی و اسدالله ملکی و حامد ابراهیمی بودند که بعد از تجمع در دبیرستان و یا سایر محلات تجمع به سمت خیابون‌های شهر را می‌افتادیم و معمولاً در اون اوایل به درگیری و تیراندازی کشیده می‌شد.
معصومه از خواهران بسیار فعال سنقر بود و با برادرش همواره به کوه می رفتن و برایم شاخص ارزش بی‌نام و نشان بود. بعدن اونو دستگیر کردند و به زندان افتاد. اون رو خیلی شکنجه کردند. در زندان معصومه رو مجدد دیدم و توسط اون بیشتر با سازمان آشنا شدم. همواره پر رابطه گرم و صمیمی، خیلی یک رنگ و ساده بود و با عشق زیاد از سازمان حرف می زد. از برادرش خیلی می گفت که به دست رژیم به شهادت رسید. مهدی برادر خواهر شهیدمون معصومه بود. اون سالها که با هم کوه می رفتیم او فهم عمیقی از نهج البلاغه رو ارائه می داد و یا در جلساتی رو که و یا در جلساتی که برگزار می کرد تفسیرها و برداشت‌های خیلی خوبی از نهج البلاغه به ما منتقل می کرد. او دارای ارزش‌های ارزشمندی مثل خلوص و سایر ارزش‌های مجاهدی بود و مردم شهرمون هم او رو به همین ارزش‌ها می‌شناختند و خیلی براش احترام قائل بودند. معصومه انگیزه مبارزاتی و شناختش از مجاهدین را از برادر مجاهدش، مجاهد شهید مهدی امینی به دست آورده بود که دانشجوی دانشگاه آذربادگان تبریز بود. مجاهد شهید مهدی امینی بعدها در سال 1360 توسط رژیم جنایتکار خمینی در زندان تبریز و به قولی در حیات زندان و در مقابل چشم زندانیان اعدام گردید. دعوا چی بود؟ این نسل چی میخواست مگه؟ این نسل همون نسلی بود که برای استقلال و آزادی علیه شاه قیام کرد. همشون بچه های مردم بودن با اعتقاد و ایمان محکم به همه ارزش های انسانی اسلام. بنابراین وقتی می دیدن خمینی داره اعمالی انجام میده به اسم اسلام که ضد اسلام هستش، ضد مردم هست و ضد رفتار حضرت علی علیه السلام هست، اینها نمیتونستن دیگه این مسائل رو تحمل کنن. همین مهدی خیلی آگاه بود به نهج البلاغه و خطبه های حضرت علی رو علیه السلام رو خیلی هم مسلط تفسیر میکرد. خواهرش معصومه هم همینطور بود. اسنادی که متاسفانه خیلی کم ازشون باقی مونده همین درک عمیق اونها رو نشون میده. را شعار خیش سازید که صبر مهمترین راه پیروزی است. این پرچم را کسی نمیتواند بر دوش گیرد مگر آنکه اهل بصیرت است و شناختی عمیق و صبری عظیم و علم به موقعیت‌های جبهه حقیقت دارد. میلیشیاها و هواداران مجاهدین میفهمیدند که خمینی با این اعمالی که انجام میده داره حکومت خودش رو تثبیت میکنه، ولی به اسم اسلام، در حالی که تمام اعمالی که خمینی انجام میداد ضد اسلام بود و ضد مردم بود،
و مردم هم اینم میفهمیدن و ما در واقع کارمون افشاگری علیه خمینی بود. این جوانای انقلابی که هوادار مجاهدین بودن کارشون افشاگری علیه خمینی بود، در حالی که نه سلاح داشتیم و نه عملیات نظامی انجام میدادیم. معصومه هم در سال 1360 توسط مزدوران خمینی دستگیر شد و چندین سال در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود. پس از آن هم به همراه گروه زیادی از خواهران و برادران مجاهدش به زندان گوهردشت کرج منتقل شد و بعد از 7 سال تحمل زندان، در حالی که هیچ جرمی به جز نشریه فروشی و تبلیغ آرمان‌های مجاهدین نداشت، در قتل عام 30,000 مجاهد به دار کشیده شد. اونو بسیار شکنجه کرده بودند. وقتی اونو به اصطلاح به دادگاه برده بودند، بسیار شجاعانه در برابر حاکم شهر ایستاده بود و پرونده‌ای رو که برای اون تشکیل داده بودند گرفته و پاره کرده بود. معصومه مریضی سخت گوارشی گرفت که در اثر بدی تغذیه و ضعف مفرط ناشی از شکنجه بود. اونو مدتی در سلول انفرادی تاریک و بدون نور انداخته بودند، به طوری که بعد که به بند آوردند می گفت چشمم ناراحته و خون ریزی داره و بیمار شده بود. معصوم دختری پرشور و در این حال آرام بود. بچه ها مشکلاتشون رو با اون در میان می زشن و برای رفع تضادهای بچه های زندانی از او کمک می گرفتن. معصوم خواهری بسیار خوش برخورد با روحیه جمعی، دوست داشتنی و خوش اخلاق بود. او خواهری متحد و وفادار با آرمانهاش بود و بسیار هم با محتوا بود. او همیشه در رابطه با وضعیت مردم محروم صحبت میکرد و یک انقلابی واقعی بود، کسی که هرگز به خلق آرمانهاش پشت نکرد. باید بگم همه این نسلی که خمینی کشت دقیقاً به خاطر افشاگری های اونها بود علیه کارهای ضد آزادی خمینی. همه این جوانان مثل برادرم مهدی، خواهرمون معصومه یا همینطور علی و نصرالله و همه اونها و نسلی که سربدار شدن. مهدی تو سال 60 شهید شد، خواهرشون در سال 67 اعدام شد، همینطور رضا امینی پسر عموی معصومه و همینطور چند تا از اقوام مهدی در قتل عام به شهادت رسیدن. معصومه در سالهای اول آشنایی با من همیشه می گفت که نباید در مقابل گرگ مثل گوسفند رفتار کرد و باید شیر بود و همیشه کمک می کرد که کینه‌ای که به رژیم داشتیم رو به شکل درست و در جهت درست استفاده کنیم. سالهای قبل از اعدامش یک شب اومدند و دوباره او رو شکنجه کردند و حدود 300 ضربه کابل به سر تا پاش زدند. صداش تا طبقات و ساختمان مجاور که ما بودیم می اومد. خمینی اینطوری از هر کسی که علیهش افشاگری می کرد انتقام می گرفت، ولی این نسل هم بت خمینی رو شکستن، بتی که بر اعتقادات مذهبی مردم سوار شده بود. نگذاشتن این دروغ افشا ناشده باقی بمونه. همین شهیدانی همچون معصومه و مهدی، رضا، منصور و علی صمیمی و شهید نصرالله مظهری بودند که به واقع پرده از
چهره کریه و ضد اسلامی نظام پلید آخوندی به طور خاص خمینی رو کنار زدن. از نامه های مجاهد شهید معصومه امینی از زندان. سلام برادر خوبم، امیدوارم شما نیز نشاط انقلابی خود را همواره حفظ کرده و به کمک خلقمان تا پایان راه استوار و پایدار بمانید. به برادرم سلام برسانید و به او بگویید چون میدانم او هیچ تقاضایی جز این که در راه تحقق آرمانهایش گام برداریم ندارد، بنابراین من نیز تا آنجا که در توان و صلاحیت دارم در این راه قدم برخواهم داشت. این قسمت را هم به عنوان خداحافظی برای مادر عزیزم می نویسم و از شما نیز می خواهم همواره او را امیدوارتر کنید، هرچند او دلیرتر و شجاعتر از این است که به کار انگیزه‌ای نیاز داشته باشد. مادر جان، خیلی به خاطر زحمات، محبت‌ها و به خصوص هدیه بار آخر بسیار شرمندم و نمی‌دانم آیا خواهم توانست این زحمات را جبران کنم یا نه. به هر حال اگر توانستم به عهد خودم با خدا و خلق وفا کرده و در این راه به شهدایمان بپیوندم، جز این شعر را نخوانید. مادر، هرگز گریه مکن و لبخند خیش را نثار آینده روشن خلق کن، چنان من که زندگی خود را فدا کردم. خدا نگهدارتان و به امید پیروزی. خواهرمون معصومه رو تو قتل عام سال 67 شهید کردند. رژیم اجازه نداد که براش مراسم ترحیم برگزار کنند، ولی موقعی که مهدی رو اعدام کردن و شهید کردن، مردم به طور خورجوش تو خونه پدری مهدی مراسم ترحیم و بزرگداشت برگزار کردند و پاسدارا علارغم تهدیداتی که کرده بودن عملا نتونستند هیچ کاری در جلوگیری از برگزاری این مراسم انجام بدن. میخوام مجددا تاکید کنم که وی به طور خاص مهدی و معصومه یک الگو و شاخص ارزش‌های مجاهدی، اهم از پاکی و خلوص و شجاعت و بیان بی‌محابا و همینطور سطح آگاهی بالا و احساس مسئولیت همه‌جانبه از خودگذشتگی، مهربانی و عطوفت و همینطور بشاشیت و سرزندگی و کسی بود که همیشه لبخند بر لب داشت. زبان من البته از بیان همه ارزش‌های اخلاقی و تنظیم رابطه‌های مهدی قاصره. البته همینطور که می‌بینیم خون شهیدانی مثل مجاهد شهید، برادرم مهدی و خواهرم معصومه و همینطور علی و منصور صمیمی و شهدای والا مقام دیگری در شهرستان سنقر اتفاقاً موجب قلیان رشد و آگاهی و آزادی خواهی جوانان همین شهر شده و البته در کانونهای شورشی گره خورده و خودشو بارز و نشون میده و اتفاقاً خمینی و باقی مانده های خمینی هم از همین وحشت دارن و من مطمئنم که خون جوشان مهدی و مهدی ها، خون جوشان معصومه مطمئنن به زودی و به زودی به نتیجه و به ثمر مطلوب خودش میرسه و جوانان شورشی به طور خاص شهرستان سنقر بر علیه این نظام پلید بیشتر و بیشتر قیام میکنن و مقابل این نظام وای میستن.